我无言。<music> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله على محمد و آل الطاهرین الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین بحث ما در اینجا رسید و اما الثانی فلعنه یلزم ارتفاع الوجود ان در ارتفاع المؤثر و این در ضمن این بود که قال و المؤثریت و اعتبار عقلیون تا گذشت و گذشت رسیدیم به اینجا قال و تأثیره فی الماهیه و یلحقه وجوب لاحق سخن در معنای آفرینش و جعل و خلقت بود که گفتیم فی ان الحکم به حاجت الممکن الى المؤثره ضروری ممکن الوجود وجود و عدم براش مساویه و اگر بخواد موجود بشه نیاز به مؤثر داره یه مؤثری باید باشه که این رو موجود کنه حالا این مؤثر در کلام در واقع به معنای موجود کننده ایجاد کننده و خالقه مثلا خدای تبارک و تعالی که ذاتی است فراتر از اجزا و زمان و مکان و تغییر حالات که شکل و اجزا نداره او اشیاء را ایجاد میکنه زمین رو ایجاد میکنه انسان رو ایجاد میکنه درخت رو ایجاد میکنه آسمان رو خلق و ایجاد میکنه ولی مؤثریت در فلسفه و در فیزیک و در علوم طبیعی به معنای تبدل و تطوره مثلا آب اگر در شرایط خاصی قرار بگیره که به صفر درجه برسه و در فشار و درجه حرارت معینی واقع بشود این حالت مؤثره برای یخ زدن لذا میگیم مؤثره در یخ زدن آب درجه حرارت و فشار فلان مقداره و اگر بخواد یخ آب بشه یا بخار بشه بجوشه مؤثری میخواد یعنی باید آتشی باشه درجه حرارتی باشه فشار معینی باشه که این آب به حالت جوش در بیاد اما این که مؤثر به معنای خالق و ایجاد کننده باشه ما این رو در نزد عقای دهری ها و کسانی که مادیگرا هستند و فقط به صرف طبیعت و قوانین طبیعت اقرار دارند ما اون معنای خالق مخلوق رو نداریم اون یک مطلب عقلی و برهانی است که با عدله عقلیه باید ثابت بشه و انسان به توحید برسه البته در واقع فلسفه هم اصلش همون عقاید طبیعیین و دهری ها بوده که رنگول و آبی بهش دادن و یه عده فکر میکنن که این مثلا بحث خالق و مخلوق و شریعت و این هاست ها لذا آخرین درجه فلسفه و عرفان و تصوف که دقیقا به یک جا میرسن همینه که رجعت العلیت و الافاظه الى تطور المبدع الاول به اتواره که ملنا صدراشون تصریح میکنه میگه علیت و افاظه وجودی که ما در فلسفه میگیم رجوع به این معنا میکنه که مبدع اول که همون واجب الوجودشون باشه چیه؟ به اتوار و صورتها و شکل گوناگون درآمده، آمده همون که عرض کردم فرض کنید یک خمیر مجسمه سازی بی نهایتی که قوانین ایجابی علت و معلول اینو هر لحظه به شکلی در میاره خب اما در کلام و عقاید عقلی و برهانی اصلا انبیا برای همین آمدن که همین عقیده دهری ها رو ابطال کنن و بگن خالق و مخلوق داریم این عالم خمیر مجسمه سازی که شما فکر میکنی این همه شروع همدیگه نبوده بینایت نهایت محال حادث خدا خلق کرده و سپات حالات رو هم بهش داده بحث ما در اشکالاتی بود که منکرین و مخالفین میکردن مرحوم خاجه فرمودن که ممکن الوجود نیاز مؤثر داره که ما عرض کردیم یعنی نیاز به خالق داره و عدلش هم فرمودن منکرین اشکالاتی میکنن و یکی از اشکالاتشون اینه که گفتند مؤثر چه تأثیری میخواد بذاره اگر میخواد تأثیر بذاره یا باید در ماهیت یا در وجود یا در اتصاف ماهیت به وجود باید تأثیر بذاره و تأثیر در این ستا محاله بنابراین نمیتونیم بگیم ما ممکنی داریم که یک علت و مؤثر در اون اثر کرده و اون رو ایجاد کرده لذا همون حرفایی میشه که ارز کردیم آقای حسنزاده در حاشیه گفتن اصلا وجود قابل جعل نیست خدا هم وجودی رو جعل نمیکنه کنه ماهیتی رو هم جعل نمی کنه. فقط تعیناتن که تغییر می پذیرن خب اینجا رو ارز کردیم مرحوم خاجه جواب اینها رو میدن اینها گفتن که اگر مؤثر بخواد ماهیت رو ماهیت کنه محاله ماهیت خودش ماهیت هست بخواد وجود رو وجود کنه محاله وجود خودش وجود هست وجود رو که نمیشه وجودش کرد بخوایم وصف و اتصاف مایت به وجود رو بگیم اونم که امر عقلیه پس مؤثر معنایی نداره خلقت معنایی نداره مرحوم خواجه جواب اینا رو میدن میفرمایند که شما میگید اگر این موجود باشد و بخواهد خدا چیزی رو که موجوده موجود کنه و در وجود تأثیر بذاره و وجود را وجود کند این امر محالیه و میگید اگر خدا بخواد مثلث مسلس را مثلث کنه مربع را مربع کنه خب مثلث نظر به ذاتش مثلث هست مربع مربع هست پس تأثیر در ماهیت محاله اینه که بگیم خب ماهیت متصل به وجود شد میگن این که کار عقل دیگه اتصاف یه امر اضافی است سنجش بین دو امره و کارش در عقل در خارج نیست و حرف شما از ریشه باطله مرحوم خاجه میفهم حرف شما باطله ما نمیگیم که مؤثر بیاد وجود را در عین موجودیت وجود کنه که تحصیل حاصل بشه و اگر نکنه وجود وجود نباشه و نمیگیم مسلس فرضی را مربع فرضی کند اینم نمیگیم میگیم مسلسی که فرض میکنیم نیست خدا میتواند تواند آن را در خارج موجود کند بله البته معنای اتصاف هم امر عقلی هست و ما در خارج بهش معتقد نیستیم که ما البته عرض کردیم خود فعل هم امر خارجی است مثلا شراب خوردن امریست فعله غیر از خود شراب خور و غیر از خود شرابی است که توی لیوانه شراب خوردن یک فعله یک امر خارجی زمان داره مکان داره لذا میگی این شراب رو توی خونه خوردی و شراب خوردن شما در ساعت چند دقیقه چند ثانیه چند و در فلان جا اتفاق افتاد پس خود شراب خوردن هم یک واقعیت خارجی است البته مثل سنگ و چوب جوهر نداره سنخ سنخ فعله حالا اون بحث دیگه یکی در جاهای دیگه عرض کردی مفصل میتونن دوستان در درس اصول المعارف الهی مفصل اونو گوش بدن این آقایی که میخواد معنای جعل و تأثیر را و خلقت را انکار کنه اقول و هاذا جواب ان سؤال ثالث لهم حرفش اینگونه تغییر تقریر کرده یک امر اشکال سومی رو مطرح کرده که دو تاشو گفتیم حالا سومیشو میگیم تقریر این اشکال سومش اینه تقریرو و ان المؤثر اما ان یؤثر فی الماهیه او فی الوجود مؤثر یا میخواد تاثیر در ماهیت کنه یا میخواد تاثیر در وجود کنه او فی الماهیت بالوجود یا میخواد وصف وجود را برای ماهیت محقق کنه و اقسامو به اصلها باطلتون در حالی که هر سه اینها باطله فتاثیر و باطل پس اینی که ما بگیم ممکناتی و عالمی که میبینیم نبودند و یک مؤثر و خالق اینها رو خلق کرده امر محالیه توضیح همین اشکالشون دنباله توضیحشون اما اول این آقایون میگن ما تأثیر در ماهیت رو محال میدانیم چرا؟ فلان کل ما بالغیر یرتفع و ارتفاعی، لیکن ذالک محالون چون هر چیزی که بالغیر باشد به ارتفاع اون غیر مرتفع میشود مثلا ما اگر گفتیم که این کتاب را من نوشته ام خب نوشته شدن کتاب بالفاعلی است که من باشم خب وقتی منی نباشم کتابی هم نوشته نمی شود چون نوشته شدن کتاب به واسطه من بود مؤثرش منم من نباشم دیگه کتابی نوشته نمیشه حالا شما هم که میگید ماهیت مثلث نظر به ذات خودش بالفاعل مثلث شود خب مگه میشه مثلث مسلس مثلثه دیگه فاعل که نمیاد مثلث را مثلث کنه در عالم فرض بگه آقای مثلث تو مثلث باش نه اون خودش مثلث هست نیازی به فاعل نداره لاکن ذالکه محال اما این که ما بخوایم بگیم ماهیت مثلث و مربع به فاعل و مؤثر چون این میشه این محاله چرا لان سیروره الماهیه غیر ماهیت محال چون نمیشه بگیم چیزی را که مثلث فرع کرده ایم چیزی را که مثلث فرض کرده مربع است نمیشه اینو بگیم مثلث مسلس مثلثه دیگه نظر به ذاتش مثلثه لان موضوع القضیه یجب ان يتحقق حال ثبوت محمولها ها زیرا موضوع قضیه باید در حال ثبوت محمول وجود داشته باشه مثلا من وقتی میگویم مثلث سه دارد یا مثلث موجود است یا مثلث معدوم است خب باید چیه باید مسلس باشه که من این حکم رو بگم و الا من بگم اجده های شما را نیش میزند خب اجده های که نیست چطوری نیش میزنه پس این حکم باید چیه در زمانی گفته بشه که موضوعش وجود داشته باشه در حالی که اگر ما بنا را بر این بذاریم که ماهیت بالفاعل و بالمؤثر ماهیت میشود خب وقتی که میگیم چیه میگیم مثلا مثلث نیست معدوم است خب این معدوم است الان بر چی بار شد شما میگید با رفع مؤثر خود مسلط بودن از بین میره پس چطور ما برایش حکم اثباتی میکنیم ولا تحقق للماهیه حال الحکم علیها بالعدم و در زمانی که ما حکم به عدم مؤثر میکنیم ماهیتی نیست پس چطور حکم کردیم شما میگید چی میگید مسلط بودن مسلط بالمؤثره بالفاعله خب وقتی که من حکمی میخوام درباره این بکنم و بگویم که مثلا مؤثر مثلث وجود ندارد خب اگر مؤثر مثلث وجود نداره پس مثلثی در کار نیست پس چطور برش حکم میکنیم پس باید ماهیت بدون فرض مؤثر خودش چیه موجود باشه و مؤثر باشه و م... ماهیت بدون فرض مؤثر و تأثیر مؤثر خودش باید ماهیت باشه بنابراین مؤثر در ماهیت بودن ماهیتی دخالتی نداره مسلط نه در بذاتش از و ابدا مسلطه این قسمت اولشون و اما ثانی که از اینجا مونده بود و این رو قبلا توضیح دیگه نداده بودیم اینایی که تا حالا گفتیم بعد از توضیح داده بودیم عبارات قبلا گفته بودیم و اما ثانی فلانه یرزم ارتفاع الوجود اند ارتفاع المؤثر خب همون اشکالی رو که گفتیم درباره وجود هم میگیم میگیم شما میگید ماهیت بودن ماهیت بالمؤثر است میگیم خب اگه مؤثر نباشه ماهیت مرتفع میشه این که محاله وجود هم همچنین اگر قرار باشد وجود بالمؤثر وجود باشه پس با فرض عدم مؤثر بعد وجود وجود نباشه مگر میشه وجود وجود نباشه بنابراین پس مؤثر در وجود هم تأثیری نداره اما ثانی که بگیم وجود وجود است به موثر. تأثیر مؤثر بوده است که وجود رو وجود کرده فلانه و یلزم ارتفاع الوجود این ارتفاع المؤثر بنابر حرف شما جناب خاجه لازم میاد که وجود با ارتفاع مؤثر و عدم مؤثر وجود نباشد و یلزم ما تقدم من المحال همون محالی گفتیم دو مرتب پیش میاد اونجا گفتیم لازم می آید اگر مؤثر نباشد ماهیت ماهیت نباشد اینجا هم میگیم لازم میآید اگر مؤثر نباشد وجود وجود نباشد در حالی که این چیه؟ محاله و همچنین اونجا گفتیم که باید وقتی که ما حکمی میکنیم موضوع محقق باشه و در حالی که ما بنابر عقیده شما باید بگیم در زمانی که مؤثر وجود ندارد نمیتوانیم بر وجود حکم بکنیم و بگیم مثلا وجود وجود است چرا؟ چون شما میگید به مؤثر وجود وجود می شود خب اگر عدم مؤثر رو فرض کردیم عدم الوجود است وقتی که عدم الوجود شد چطور شما برش حکم می کنید مگر نه این است که حکم کردن بر هر چیزی چه ماهیت و چه وجود لازمش این است که اون موضوع محقق باشه پس این تأثیر مؤثر در وجود هم امر محالیه اما ثالث میگیم خیلی خوب سوم مان اینو چی اشکالش بگیم اتصاف میگه فل ان الموصوفیه لیست اما این که مؤثر نمیتونه در موصوفیت تاثیر بذاره به خاطر اینکه اصلا موصوفیت یه امر عقلی در خارج نیست که بخواد مؤثر درش تاثیر بذاره تاثیر نذاره و الا لازم تسلسل اگر قرار باشه خود موصوفیت در خارج باشه خب این خود کار من یک سازنده دارد نسبت بین این دوتا میگیم نسبت سازنده بودن و مؤثریت اون شخص نسبت به این خودکار در عقل من محققه اگر بخواد خود اون موصوفیت یک امری در خارج باشه پس شد سه تا یکی خودکار یکی هم سازنده یکی هم نسبتی که اون سازنده با خودکار داره که خودش در خارجه خودش که در خارج موجود شد مثل این خودکار میشه دو مرتبه یک نسبتی باید بین اون و چیه و سازنده وجود داشته باشه اون نسبت اگر یه امر عقلی نباشه و در خارج موجود باشه دو مرتبه نسبت پیدا میکنه با خود سازنده و هر نسبتی نسبت دیگه رو به دنبال داره هر موصوفیتی یه موصوفیت دیگه به دنبال خودش میکشه و نتیجتا تسلسل لازم میاد فلا تکونو اثرا پس اثری دیگه پیدا نمیشود سلمنا حالا آمدیم و از این اشکال تسلسل گذشتیم لا المؤثر یا اثر فی ماهیت او فی وجود یا او فی اتصاف ماهیت به وجود یا و یعود المحال و اگر بنا رو بر این بگذاریم که مؤثریت در خارج به عنوان اتصاف اتصاف شیعی به مؤثریت در خارج واقعیت داره خب مؤثر این اتصاف را میخواد چیه درش تأثیر بذاره اگر در ماهیت میخواد تأثیر بذاره که گفتیم ماهیت ماهیت هست و نمیشه ماهیتش کنن اگر در وجودش میخواد تاثیر بذاره خب وجود وجود هست نمیتونه اون وجود اتصاف را دو مرتبه موجود کند و اگر میخواد اتصافش را در خارج تاثیر درش بذاره باز همین اشکال رو دو مرتبه میکنیم میگیم که در وجود یا در ماهیت یا در اتصاف وجود و ماهیت که نمیشه اتصاف هم که امر عقلی و الا لازم میاد و تقریر الجواد مرحوم خاجه میفرمان بابا این خیلی متواضعه هر آدم ساده روحی میفهمه که این خودکار نبود خدا ایجاد کرد حالا این رو البته سازنده که ایجاد میکنه مواد اولیش هست ساختمون رو که بنا سازه مواد اولیش هست فقط شکلش رو درست میکنه ولی عالم اصلا مواد اولیش هم نبود و خدا ایجاد کرد چیزی که نیست خدا ایجاد میکنه نه در حال عدم وجود و عدم درش جمع شود یا اینکه در حال وجود اون رو دو وجود بده در تحصیل حاصل بشه نه چیزی رو که ما الان فرض میکنیم اجدای هفسر را این مفروضمون رو میگیم خدا میتونه در عالم وجود کنه این چه اشکالی داره چرا شما قاطی کردیم یک کلمه وجود ماهیت برای خودتون درست کردین گیت شدین میگن بهمن یار را که شاگرد بو علی سینا بود در خواب دیدن در صحرای محشر است هی خدمت شما از دستش از نمیدونم سینش فرو رفته از پشت کلش در آمده یه ورقه دستش گرفته کلش هم برگردونده شده هی میگه چی میگه که وجود ماهیت وجود ماهیت وجود ماهیت وجود ماهیت تو قیامت هم اینا گی همین وجود ماهیتن اونجا میخوان جواب خدا رو بدن که عقایدتون چیه تو همین وجود ماهیت موندن نمیدونن چی بگن همین آقایان فراسه همشون جبری شدن چرا چون چهار تا قانون درست کردن که تو قانونا گیج شدن هر آدم کشاورزی هم میفهمه که بابا در بیل زدن مختاره میتونه بزنه میتونه نزنه میتونه سیب بکاره میتونه گلابی بکاره ولی این آقایون میگن نه همه چیز به قانون جبر ازلن و ابدا جاری میشود و ما از خودمون اختیاری نداریم حتی اگر شراب بخوریم حالا این آقایون هم اینجا چیه اومدن و در خدمت شما شود که اصطلاحات موندن تقریر جواب جوابش اینه که ان المؤثر یؤثر فی الماهیه و عند فرض المایه یجب تحقق او وجوبا لاحقا به سبب الفرض مترتبا علی الفرض میگن که ما که میگیم خدا تاثیر میگذارد و عالم رو ایجاد میکنه مؤثر تاثیر میگذارد در ماهیت عالم که نبوده است موجودش میکنه و وقتی که خدا اون را موجود کرد معلومه که دیگه وجود براش ضرورت داره نمیاد وجود را در حال وجود موجود کنه نه خیلی چیزی رو که معدومه موجود میکنه یا معدوم رو موجود م... یا موجود رو معدوم میکنه و اند فرض الماهیه و وقتی که ما فرض کردیم که این عالم رو خدا ایجاد کرده و این ماهیت عالم در خارج وجود پیدا کرده یجب تحقق معلومی معلومه که دیگه واجب است که باشه اینجا نمیگه موجود را موجود کند که شما اشکال کنید ولی این تحقق و وجوبی است لاحقا چون خدا ایجاد کرده یا تاثیر گذاشته به سبب الفرض چون فرض رو بر این گذاشتیم که خدا ایجادش کرده و در حالی که خدا ایجاد کرده نمیشه دیگه نباشه من علی الفرض این وجودش واجب است مترتب بر فرض این که خدا ایجاد بکنه و ام و مع کل الوجوب یمتنع و تاثیر و معثیر بله البته ما هم معتقدیم بعد از این که خدا عالم رو ایجاد کرد دیگه نمیشه دو مرتبه ایجادش کنه و تحصیل حاصل بشه وقتی که من شیشه رو شکستم دیگه همون رو دو مرتبه نمیشکنم اما شیشه ای رو که شکسته نیست میتونم بشکنم و تأثیر بذارم چرا میگید نمیشه فانه فا یکون ایجادا لما فرزه موجودن بله بعد از این که موجود شده است و شیشه شکسته شده است و خدا عالم رو خلق کرده اگر بخواهیم دو مرتبه تاثیر بذاریم تاثیر در چیزی می شود که خودش موجود هست و این محاله فانه یکون ایجادا لما فرض موجودا اما قبل فرضه اما قبل فرضه ماهیتن قبل از اینکه ما اون رو یک ماهیت خارجی فرض کنیم فیمکن ان یوجد المؤثر اجده های سری که هنوز ماهیت خارجی نیست خب خدا میتونه ایجادش بکنه علا سبیل وجوب و میتونه آنچنان آن را ایجاد کنه که وجوبا او اطاعت کنه و اینجور نباشه که بگه نمیخوام روشن من موجود بشم و یکون و ذالک الوجوب سابقا علا وجودهی و البته این فعل خدا وجوبا به اون وجود میدهد و سابق است بر وجود آن اون موجود میشود چون اون اثر فعل خداست اثر خلقت خداست خلقت که باشد اون مخلوق تحقق پیدا میکنه و الفرق بین الوجوبین ظاهرون ذکر فی المنطق فرق این دو تا وجوب با هم دیگه واضحه در منطق گفته شده شما قاطی کردین یکی این وجوبه به شرط وجوده این رو که خدا خلق کرده دیگه واجبه که باشه نمیشه دو مرتبه ایجادش کنن دو وجوب از ناحیه فاعله خدا میخواهد اون رو موجود کند هنوز معدومه خدا ایجاد میکنه پس این دو تا وجوب وجوبی که از ناحیه تاثیر مؤثر باشد این امر ممکنون وجوبی که در حال وجود وجوبا موجوده خب این دیگه واجب و نمیشه از سلب بکنیم این دوتا تا رو از هم دیگه بعد شما جدا کنید و غلط و هنا نشع من قبل اشتراک لفظ الوجوب لدلالتی علی المعنیین به شرکت و اشتباه و غلط شما مال این بوده که کلمه وجوب در دو معنا مشترک لفظی به کار می رود یکی وجوب به شرط موجود بودن که دیگه نمیشه کارش کرد به شرط موجود بودن خب موجوده دیگه نمیشه دو مرتبه موجودش کنیم یکی موجود به شرط اینکه من فاعل مختار هستم و تاثیر در غیر میگذارم و چیزی رو که معدوم ایجاد میکنم و چیزی رو که معدوم خدا خلق میکنه این وجود با اون وجود فرق داره شما اینا رو با هم دیگه قاطی کردین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد